من دقیقا شدم همون بیزنسمنیو که نباید، چون بیزنس میکردم تو اسکای بلاک و نباید، چون چیزی رو فروختم که هیچکی نفروخت و نباید. پس بیا مغازه امو پیکیم تو نباید، بری تو بازار این ور اون ور اسکای بلاک، بچپونن بهت آیتمو بیا این ور باید. با انگشت نشون میدادن مغازمو چون خیلی تردم باشون، نذاشتم بفروشم گرون به بچه های ایکه رفت. یه روزی میتونم بچپونم ولی نمیچپونم، چپونم یا نچپونم یا بشم همونی که بچه ها میخوان. نشد فیلان میگه بیسان، این روزا جنسا رو مفرد میکنم بره به خاطر برای بچه پیکار می. من همون فارمر بوتس گادلی پوشن با اسپیکت آف ده اند خونمو کره رو ماکارونی. عجیبه، واقعا عجیبه. توی این پارت ویدیو میخوام من مغازه بسازم، جر بدم همه چی و منم با شما میخوام بریم همه رو جر بدیم. ما اصلا این پارت مغازه رو ساختم یکمش رو میخوام حالا بیزنس رو بسازم منم. همه آماده بشید و لایک و سابسکرایب و کامنت رو بذارید که کی انداز شما پیکار میه. سلام به دوستان خودم، خیلی خوش اومدید به پارت جدید چی به نظرتون؟ سکای بلاک. چقدر منتظر بودید، چقدر هی کامنت اسکای بلاک بذار دیگه پدرمونو درآوردی، بذار دیگه پیکیم با، بذار دیگه همون پیکیم چرا نمیذاری؟ و بالاخره گذاشتمش. بله، بهتون گفته بودم بچه‌ها که زمانی که من اسکای بلاک بذارم باید کانتنتم جور باشه و یه محتوای زیبایی بتونم بهتون بدم، پس صبر کنید تا بیاد. و زیرش همونجا یکی نوشت که چرا نمیذاری، واقعا زیر همون حرفی که زدم هنگ کردم، مثلا گفتم دیگه تموم و دیگه گذاشتیم و الان توی این پارت پلنای ویژه‌ای داریم، فول ویژه داریم پلنا. بخشی از مغازه رو که توی پارت‌های قبلی همش وعده‌شو میدادم که بچه‌ها بالاخره ما این مغازه رو میسازیم و خواهیم ساخت و قطعاً برای ایرانی‌ها با قیمت پایین‌تر، رو این داستانی که توضیح داده بودم اوکی میکنیم، این پارت بچه‌ها. پس تا ادامه‌شو از دست نده، تا آخرش می‌خوام نکته‌های مفید توی مغزت فرو کنم، پس تو هم سابسکرایب و لایک و کامنت رو توی من فرو کن. مرسی، ممنونم. بریم توی ویدیو. توی این مسیر با خیلی آیتم آشنا شدم. الان همین سرعتی که از من میبینید اسمش گادلی پوشنه، من خودم تازه شناختمش و خیلی خوب میشه اگه بتونم برای مارکتم هم بیارمش، برای همین مغازه‌ای که دارم میسازمش بیارمش. و توی این پارت مغازه رو میسازیم و یک سری آیتماشو سعی میکنیم خریداری کنیم که بتونیم بذاریم برای فروش و بعدش گزارش فروششون بهتون میدم، یعنی میگم کیا خریدن، چقدرش فروش رفت و اینجور داستانا. واقعا اولین کاری که باید کنم اینه که یه گادلی پوشن اینجوری بگیرم، خیلی سرعتی و قدرتیه، قیمتش هم زیاده، میتونم قشنگ یه سود خوبی کنم. قبل از هر چیزی باید گزارش رو بهتون بدم که بدونید که چه کارهایی انجام شد توی این زمانی که ویدیو نبود و حالا چه کارهایی میخوایم انجام بدیم مثل همیشه خودمون. اول از همه واقعا باورم نمیشه خودم، یعنی هنگ هنگم که مینیون های اسم همشون لول فول شد، یعنی فول ندرایت انچانتد مانچانتد شد توی اسکای بلاک و دیگه لول بالاتر این نیست. هم این هم یه دونه از اینجا گرفته بودم، یکی اومد بهم لول 1 شو هدیه داده بود، بعد گرفتمش، اینم لول آخر شد و الان دیگه کلن مینیون اسنومون لول آخره. پس همین الان پاسخ کن که سلطان مینیون برف های پیکسل. این تا اینجا مینیون دایمندم اومدم براش انچنتد لاوا باکت گذاشتم که باعث میشه سرعتش خیلی بیشتر بشه و تقریبا آنچنان رونق اقتصادی توش ایجاد بشه که دیگه اصلا سرعتش خیلی میره بالا. خلاصه اینجا یه سه تا چیز آوردم که این ستاشون کامل دلیل داشت. یک مینیون آیس بود که الان هم باید لول اپ بشه و خیلی مونده تا به اون چیزی که میخوام برسه، باعث میشه که ماجیکال واتر باکت بهتون بده. حالا چیه ماجیکال؟ آب نامحدود دیگه، یه بطری هی میزنیش زمین هی آبش تموم نمیشه، اصلا یه چیز عجیب غریبیه. پس اینو برای این ساختم، برای اسلات مینیونم هم همیشه بالاخره آدم مینیون میسازه ولی هدفم این بود. ردستون اینم بالاخره ساختمش، چرا که میخواستم باهاش پرسونال کامپکتور بگیرم. که یعنی چی پرسونال کامپکتور؟ بعدش من اینجا آیتمایی که میگیرم بعد بعدش بیام کرافتشون کنم، انچنتشون کنم، ولی وقتی که این توی اینونتوری من باشه و من کانفیگش کنم برای اون آیتم دیگه زمانی که میرم خودش دیگه اتوماتیک انچنت میکنه، همینجوری انچنت وانچنت میکنه خودش، اصلا یه چیز عجیب و غریبیه. و تونستم اینو بگیرم، حالا لولای بالاترم داره که توی کالکشنش الان نشونتون میدم. اینجا دیگه مثلا لول بالاشه که پرسونال کامپکتور 6000ه ولی من برام الان چند هزار بود، مال من فکر کنم 4000 بود برام باز شد گرفتمش دیگه، حالا ایناش فکر نکنم نیازم بشه، 7000 هم داره. اوه
بری جلوتر دیگه 20,000 30,000 همجور میره، کابله کابل. و این پارت جدا از این که کلن مغازه رو میریم، احتمال 99% اسپکت آف دی اند هم میتونیم بگیریم که سورد خیلی خفن و گرونیه، یا امام حسین ابسولوت اندرپل چیه دیگه، این آیتم های فرازمینی باز کرد، یا خدا این چیه، وایس اینو چک کنم، اینا همون آو. و خلاصه که اسپکت آف دی اند هم توی همین مسیر هی چکشون میکنم که اندرپل بگیرم بتونم کرافتش کنم، چون کالکشنش برام باز شده، فقط و فقط و فقط مونده اون چیزایی که باید بسازم، آی آف اندر رو فکر کنم دایمنده. آره حالا با سلطان بیلد ایران شروع میکنیم، این فکر کنم اوکی باشه همه چیش، فقط دیزاین پایینیش یه کوچولو کفش باید خوشگل باشه که نمیدونم، احتمالا بلاک آره چیز میذارم، استون بریکس میذارم براش که دیگه کامل فول انشنتد ندرایت بشه اینجاش. آها اوه یه دونه از درا رفت به فنا، اینجا استون بریکس گرفته بودم برای این کار، فقط باید دقیق اینا رو بذارم این وسط، این وسطش هم باید با پوشنی چی بهش میگن خدایا، اوک تانان پر کنیم، اینجا رو اوکی میکنیم قشنگ که دیگه وسطش حالا یکم متفاوت باشه، شبیه حوض شد میدونم، ولی خب مغازه است دیگه بچه ها، فعلا دیگه مغازه تازه افتتاح شده است، انتظار عجیب غریب نداشته باشه، خوب به نظرم، فقط باید حالا شیشه و اینا رو هم بذارم. اینجا کمی دیزاین شد، الان همه چیش اوکیه، فقط این وسطش مونده که دیگه تکمیل بشه، بعد یه قرفه برای خودم بسازم، این شیشه ها رو تکمیل کنم و بعدش چند تا آیتم هم باید بسازیم، یعنی بریم فارم کنیم و ماین کنیم و از این کارهای اداریش، اینا رو هم کامل برم. چه شیشه هایی شد ماشاءالله، هزار ماشاءالله، شیشه هاش هم همه تکمیل شد، میمونه سقفش که خدا رو شکر بلاک های کافی رو با خودم آوردم، بریم بالا رو نگاه بندازیم، عالیه، فقط بعد اینا اسلب بشه، در پی اسلب خانه به خانه شدم روانه، اسلب رو بده پوفیوس تو باز به من دوباره، چه عاشقانه. برای شروع فکر کنم چیز قابل قبولی باشه، حالا بخوام فقط شروع کنم توش یه چیزایی بسازم، اگه دیدم استقبال زیاد بود خب بیشتر دیگه مجبوریم که اینو این داستانو کلا ادامه بدیم، بزرگترش کنیم، اضافه کنیم یه چیزایی رو بهش، اگه نبود که همینجوری پیش میریم، بازم چیز خوبیه در هر صورت. اما حالا باید بیایم اینجا قشنگ قرفه خودم مشخص کنم، حداقل دوست دارم اینجوری باشه قرفه من، مثلا از اینجا خب بله بفرمایید فلان چیزو بخرید و اینا، بعد دیگه اونجا میشه بخش فروش و این داستانش، این میشه فنس ورودی من که باید بسازمش، کرافتینگ. وای از همین الان اصلا حسشو گرفتم که اصلا اینجا بیان مشتری بیاد، خب برو اون قرفه برو فلان، بعد اینجا هم که نه به روبه زیارتگاه، قشنگ آدم شلوغی رو حس میکنه، در صورتی که زیادم هنوز جزیرم شلوغ نشده. اینجا یه دونه چست برای خودم میذارم که بتونم، چرا دوتا شد، باز بهتر که بتونم چیزایی که میخوامو بذارم اینجا سری کرافت کنم، بذارم تو جعبه و این داستانا. الان چند تا اینجا باید قرفه بیاریم که قشنگ با آیتم فریم وسایلی که میفروشیم مشخص کنیم. الان یه سرمایه از خودم گذاشتم، 10 چست گذاشتم، استون بریکس گذاشتم، چوب گذاشتم اینجا، من همه چیمو گذاشتم برای کار، یعنی دوست دارم همون کسی که این کارو بهم معرفی کرد، یعنی همی چستو بگیرم بدم بهش، بگم مرسی که این کارو بهم معرفی کردی، ممنونتم واقعا. یه دونه چست کافیه دیگه، بیشترش زیادیه به نظرم، چون که چند تا آیتم ما میخوایم، مثلا از همون آیتم بخوایم بسازیم خب بیشتر 30 دیگه نمیسازیم، یه دونه کافیه. آره منطقی باشیم، فقط این چرا منطقی نیست، آقا شیفتو میگیرم که اثر نداره روت، با فاصله میذاریمشون اشکال نداره، اینم اینجا اینم اینجا. وای الان فعلا 3-5 آیتم شد دقیقا، حالا بعد این بالاهاش هم بیام بذارم که دیگه قرفه توری بشه، قشنگ قرفه بشه قرفه، اینم اینجا عالیه دیگه به نظر من کافیه، فقط اینجا یکم زشتش کرده داستانو، اینجا رو دوتایی میذارم، مثلا یه آیتم هایی که زیادتره، نه اصلا هدفم این نیست که دقیق زیر شیشه باشم، هدفم اینه که فقط آیتم هایی که زیاده، در ضمن فکر نکنید کار زیادی باشه ندارم ها کلکا، فکر نکنید اینجوری، برنامه دارم که اینجا هم حالا بیام خوشگلش کنم، یه فضای پارکینگ توری هم داشته باش برای صحبت و مکالمه و اینجور داستانا، برای حالا داخل مغازه خودم فعلا در همین حده، منتها الان چرم میخوام، باید برم چرم بخرم و بیارم که دیگه آیتما رو مشخص کنم، شاید سوپ اولین آیتمی باشه که بیارم، چون خیلی خوبه که 200 دقیقه بتونه مثلا طرف پرواز کنه با سوپ، قطعا فروشش زیاده دیگه با اینکه قیمتش کمه.
آقای چرم فروش هستن اینجا؟ من چرم فروش میخوام الان. گادی پوشن رو نگاه کن، شوافش کنی برای های پیکسلی. اینجا نیست که. بریم فارم ولش کن، میریم چند تا چیز بکشیم، گاو بکشیم که دیگه بتونیم باهاش آیتم فریم بسازیم. سرعت رو نگاه کن. یا این گادلی پوشنه فکر کنم قیمتش 500 که تقریبا، اگه بتونیم اینو بخریم و بیاریم خیلی به نظرم استقبال خوبی میشه. حال باید چند تا گاو رو کشت. ای گاو ها بیایید بکشمتون. یا این اینجا. و برنامه هم که دارم اینه که کلن برای کسایی که حالا چی بهش میگن، مثلا تازه اومدن شروع کردن پول ندارن، مثلا 500 کی یا 10 کی 15 کی بدن جای مثلا چی بهش میگن، بذار گاف پیدا کنم، جای مثلا بخوان سوپ بگیرن، بخوان حالا همین گادلی پوشن رو بگیرن، میخوام اینا رو قسطیشون کنم، یعنی قسطی به بچه ها بدم که هم یه جوری یاد و خاطرم براشون بمونه که آقا اولین کسی که حالا کمکم کرد عمو پیکین بود توی اسکای بلاک. این حرکت رو من زیاد دوست دارم، سمه، چیز باحالیه. آقا من گادلی پوشن دارم نکبت. آها. و بعدش که کلن کار خودم را افتاد، یعنی کارشون را افتاد، مثلا میان میگن پیکی مرسی برای چیزایی که بهم دادی، مرسی الان اومدم بهت 5 میلیون بدم. زیره این من نمیگیرم. بیا این 5 میلیون رو بگیر، اون زمانی که من شروع کردم و 10 کی توی جیب من نبود تو اومدی بهم دادی این چیزا رو. همون پیکی منم میگم که مخلصیم، بالاخره به شما میرسه، ولی خب 8 میلیون بده، حالا 5 میلیون کمه. شوخی میکنم بچه ها، برای مزاح میگم اینو. حالا بیایم آیتم فریم ها رو بسازیم، آیتم ها رو جاگذاری کنیم. خیلی توی چیزی که میخوام بفروشم موندم، چون آیتم های زیادی از های پیکسل رو نمیشناسم حقیقتا، یعنی فکر کنم بیشتر نصفشون رو میشناسم، ولی بازم زیاد نیست برا من، و شاید خیلی آیتم ها باشه که اصلا بتونی بسازی و ما ندونیم. پس همین الان پاسخ کن چی هست که چیز قیمتی خوبیه که من بذارم تو مغازه برای فروش. پاسخ کن، میبینم، لایک میکنم، کامنت هم میذارم برات. خب آیتم فریم ها رو همه رو میذاریم اینجا، قشنگ مشخص باشه که چی میخوایم بفروشیم. یکی کم اومد ولی اینو برمیداریم میذاریم اینجا دیگه. و یکم نورم نیاز داره اینجا، الان مثلا اینجا یه دونه نور باشه، اینجا هم یه دونه باشه. آره نه، این چرا اینجوری بالا پایینه، اینجا اوکیه. دو تا نورم برای احتیاط این بالا و دو تا هم اینجا دیگه، نوربارونش نکنیم. یکی وسط، همین دوتا رو وسط میذارم دیگه، کافیه. بازم زشت شد. نه اصلا بین اینا من میام نور میذارم، خوشگلترم میشه اینجاها مثلا. الان عالی شد. حالا باید بریم قرفه ها رو یواش یواش پرشون کنیم. اولین چیزی که میخوام بیارم سوپه، پس بریم ببینیم چیا میخواد که بریم بگیریمشون و دیگه یه حداقل 3-4 تایی بندازیم توش برای فروش. اوه مای گاش، از اونجایی که گلو استونام کلن مینیونشو راه ننداختم هنوز که لولش بره بالا، قشنگ میتونه گلو استون خوبی بهم بده، مجبوریم که مثل اینکه بریم بخریم. حالا پولم دارم ولی خب بذار یه کاری کنیم، میایم با درآمد این 3 روز مینیون های برفم، 3 روز یا 2 روز تقریبا، میام اینا رو میفروشم، به جاش گلو استون داسته انچنت شده میگیرم. الان اینو بگیرم فعلا، ببینم بازم داره. آره بابا دارین دست و دل باز، ماشاءالله همه چی هم داره. این دیگه نداره، این فوله. عالی شد، همینا رو بریم بفروشیم، ببینیم هم ببینیم چقدر میشه، هم گلوستون داست بگیریم برای یه بخشی از کرافت اون سوپا. آتیش زدم به مالم به خاطر عیالم. قیمت چقدر میدی تو؟ قیمت سل اینونتوری میشه 100 کی. چند استک؟ بذار بشمارم، حداقل میخوام یادم باشه. 2 استکشو میخوام بفروشم، اینم 2 استک قیمتش چقدر میشه؟ قیمت روز بیاد دستمون حداقل. سل اینونتوری نه، میذاریم که اینو مثلا. اوه مای گاش، استکی میشه 37 که، یعنی 2 استکش میشه 70، 3 استکش چیزی که ما داریم که 3 استک هم نیست 100 که. بفروشیم همینو دیگه، مجبوریم. خوبه، قیمت خوبیه. فعلا هم حالا داریم، باز مینیون بخوایم بیاریم ولی بازم یکم کمتر. انتظاری که من داشتم 300 400 700 900 اینجوری بود. گلو استون داستم اینجاست. گلو استون داست چقدر گرون شد؟ چقدره؟ 998 تا. خوبه، مفته، والا مفته. چی شد؟ ای وای، تا من اومدم بخرم یکی یه دفعه زد تو گوشش خرید. بذار یکی دیگه بخرم پس. یکی دیگه. بازم چقدر اینا میزنن تو گوشش؟ بذار چند زیاد بگیرم که دیگه همشون نتونن بخرن. اینجا میای میزنیم یه 8 تا بهم بده. 8 تا خریدم. ایول، عالی شد. مفتم با هم در اومد، خدای 9 تا. قشنگ میتونم 9 تا سوپ بسازم. عالیه. رو هم 8 کی در اومد. حالا ردستون هم میخواد ولی خب پولامو بذارم تو بانک، بریم تو جزیره ببینیم چی باید کنیم. آهای،
خب گلو استونا رو گرفتیم، حالا بعد آیتم بعدی که برای کرافتش میخوایم ردستونه. ردستون هم همون 9 تاور میداریم که دیگه قشنگ بیکس باشه به اون مقدار، و قارچ هم 2 نمونه میخوایم. چقدر انچنتد قارچ دارم من بابا، دست خوش. 9 تا هم از اینا، 7 تا 8 تا 9 تا، اوکی. اینجا هم 9 تا دیگه. خب الان هر چیزی که برای ساختش نیازه بجز کاسه ململانی تکمیله تقریبا. این هم کاسه، یه چند تا بلاک هم بگیرم که بازم کاسه بسازم، چون 9 تا کاسه میخوایم. بیایم کاسه آرمی ها رو بذاریم اینجا. اگه کاسه آرمی هستی همین کامنت کن پاسخ کن دیگه، کاسه آرمی که دیگه بریم بسازیمشون و بزنیم تو گوشه پول و درآمد و کسب و کار توی های پیکسل. خب دقیقا 9 تا میتونم بسازم، 1 2 3 4 5 تا. بازم کاسه میخوایم، سریع یه دونه دیگه بسازم که دیگه تکمیل. اینم کاسه بعدی. حالا دیگه واقعا دقیقا 4 تا، 1 2 3 4 تا. الان 9 تا سوپ دارم، یکیشو باید بذارم رو آیتم فریم، 8 تا دیگه برای فروش میمونه، یعنی 80 کی تقریبا. حالا اگه بعد قیمت ببینم چقدره که یکم کمتر بدم، خیلی ذوق دارم خدایی. قشنگ آدم گرگ وال استریت میشه با این اینجوری بازی کردن، خیلی کیف میده کلا. خب یه دونه سوپو گذاشتم اینجا. چرا خوردم آها، بعد اینجوری میکردم. یکی شب 10 کی شفت. 10 کی رفت توی پاچمون بچه. این از آیتم اول که همین ماشروم سوپه و اوکی شد. آیتم بعدی که بعد برای فروش بذارم، یه چکی بذارم کنم ببینم چی دارم که چیز به درد بخوری و میخرن. آیتم بعدی که احساس میکنم خریدار زیاد داشته باشه این پامکینان، که مطمئنم خیلی خریدار داره ولی خب خودم ندارم زیاد، یعنی 2 استک بیشتر ندارم. باید این فارمو تکمیل کنم، یه چند روز یکم کمکاری کردم ولی الان میشینم قشنگ دورش دیگه این فارمو تکمیل کنم، که بجز طبقه اول زشتی که داریم که برای شروع بود البته خوب بازم، بجز این طبقه اصلی داشته باشیم که به بهترین نحو ممکن فارم کنیم. از اونجایی که میخوام خب فارم پارت بعدی بریم بقیه مغازه رو تکمیل کنیم و وسایلی که میخوایم رو بگیریم، که دیگه هر کس که بخواد شروع کنه توی های پیکسل قشنگ بتونه بیاد پیشم اونیکیمو هر چی که میخواد بهش بدم و این داستانا. الان بیام اینجا فعلا مغازه رو خودش رو درست کنیم، بیسش رو، تا پارت بعدی که دیگه این فارمش رو میخوام تکمیل کنم که فارم بوتس باز بشه، بعد بریم سراغ آیتم‌های دیگه که مطمئناً به دردمون میخوره برای مغازه و برای خودمون هم. اصلا یه دونه گرس گذاشتم اینجا که اینجاها رشد کنه، بتونم قشنگ یه گل و این داستانا دیزاین بهش بدم، خوشگل بشه. گل دارم، حالا نداشتیم من میریم میخریم فدای سرمون. فقط اینا باید رشد کنه، سری آنچنان رشد کنه که خوشگل بشه و دیگه چیزی نمیمونه تقریبا. آره خوب همه چیز، فقط بذاریم رشد کنه، خوشگلش کنیم بریم. بذار جای اینم دقیقاً بذارم اینجا، اگه دو تا بتونم بخرم بذارم اینجا خیلی خوشگل میشه. اینم بذار بیارم همونجا مثلا، دیگه قشنگ نماد خود مغازمون باشه. وای وای، فقط برای کم دیزاینش رو بهتر کنم، عالیه. اصلا من اصلا آدم خصیصی نیستم و فقط میخوام که اینا رو بفروشم و هیچ، اصلا 1% فکر نکنید من نمیخوام چیز کنم و اصلا نمیخوام پول بدم، به خاطر اینه که وقت و دوست دارم و دوست دارم فعالیت کنم اینجا. اصلا فکر نکنید به خاطر این، به جز این به خاطر چیزیه، کاملا همینه بچه. میدونم که میتونم اینجا بخرم ولی انقدر بهم چپونده دیگه میخوام از اینجا راحت بخرم. خوشگل، همه رو میذارم برای مغازم. بوس بوس بوس. میدونی چند نفر منتظرن که تو رشد کنی و تو اینجا نشستی داری منو نگاه میکنی؟ رشد کن دیگه مرتی که، بذار حالا که رشد نکردی فعلا یه جور تا گل بذارم اینجا برات. اینجا گل، اینجا میشه گذار. اوه میشه، پس دیگه میذاریمشون. اوکیه، هم گلای رنگی میگیم. یه آهنگی هست که میگه، آهنگ دقیقا همینو میگه، یکی به زبون همه یه گلاه رشد کرد، اسم تو رو داره میزنه صدا بارون. آخرش اینجور میگه بارون. منم دقیقا دارم همون حسو جلو میبرم. چرا همش یه رنگی؟ بذار رنگای دیگه هم انتخاب کنیم و بذاریم، مثلا زرد، نارنجی. وای ولی واقعا خوشگل شد خدایی. بهتون گفته بودم صبر کنید، قشنگ یه کانتنت خوب میتونم براتون پیدا کنم و اوکی کنم. الان یه دفعه مغزم گشوده شد به کانتنت های مختلف و جدید و الان دیگه اسکای بلاک رو بیشتر هم داریم، همیشه داریم شما، ولی خب بازم بچه بعضی موقع یکم کانتنت کم میاد و من میخوام از اونجایی که کلن حساسم روی این موضوع، دوست دارم بهترین چیز رو بهتون ارائه بدم، برای همین یکم صبر کنید اوکی میشه دیگه. وای تا پارت بعدی که اومدیم اینجا خوشگل شده، همه چیش فیکسه فیکسه. یکم این جاده هم یه جوری هم، شاید اینا رو جاده کردم
علفی زدم، یه حرکت اینجوری شاید زدم تقریبا آقا مشتری اومد یه دفعه خدا وکیلی یه دفعه آقا مشتری اومد، من برم برسم به مشتری فعلا تا ویدیوی بعد میبینم تو خدا بزنی. بریم ببینیم حسینه یکی از حالا بچهای جدید، بریم قشنگ مشتریه، بریم ببینیم چی میکنیم و این داستانو شاید اصلا استفاده شیم برای فروشندگی. فعلا همگی مرسی که بودید، اما پیکمم اینجا اسکای بلاک های پیکسل و بمب بمب واقعا بچه ها. از کسایی که شروع کردید تازه ویزیت پیکمون میتونید بزنید بیاید پیش من و خودم کامل هواتونو دارم، یا شما هوای منو نداشته باشید، نه خودم هواتونو دارم. تا ویدیوی بعدی میبینمتون، بازم میگم اینجا اسکای بلاک های پیکسل و منم همون پیکمم. خداحافظ همگی.